سلام، روز بخیر. امیدوارم حال همه خوب باشه. در ورکشاپ امروز میخوایم راجع به وام اصطلاحاً EIDL صحبت کنیم. این وام رو به دیتیل توضیح میدم که چگونه باید اپلای بکنیم، چه مراحلی داره برای اپلای کردن و چه ایمیلی برامون میاد و هر مرحله رو باید چیکار کنیم. و همینطور توضیح میدم که این وام رو باید توی چه زمینه های هزینه بکنیم. این وام محدودیت داره و اگر توی مرحله آدیتش مشخص بشه که شما اینو لون گرفتین و مثلا بردین تو بازار بورس یا اینوست کردین، جایی این مشکل ساز خواهد بود. باید آیتم هایی که هزینه میکنه رو مشخص معلوم کردن، باید همونها باشه. خب برای این کار اجازه بدین من ابتدا شیر میکنم. خب برای اول کار کافیه که شما همین کلمه SBA به علاوه EIDL رو تایپ بکنید. من حالا لینک این SBA رو بعداً براتون خواهم گذاشت. اصطلاحاً Small Business Administration هست اسم این سازمان و این لینک رو کافیه که کلیک بکنید. زمانی که کلیک میکنین این پیج باز میشه. میبینین لونای دیگه هم هست که اینجا برای اینجور شرایط مهیا هست، اما ما امروز فقط راجع به همون EIDL صحبت میکنیم. برای اینکه بتونین این لون رو اپلای بکنین کافیه که در این قسمت اپلای رو کلیک کنین. حالا قبل از اون یه سری مواردی هست مالی که چه کسانی مجاز هستن که اپلای بکنن و اینا. کسانی که اسمال بیزنس دارن و بیزنس های کوچیک دارن میتونن اپلای بکنن. راننده های اوبر و لیفت میتونن اپلای بکنن، کانترکتور ها میتونن اپلای بکنن و حتی کسایی که سولو هستن، مثلا هندیمن خودش داره کار میکنه، اینها همه مجاز هستن که این لون رو اپلای بکنن. خب برای اپلای کردن کافیه که ما روی گزینه اپلای هیر کلیک کنیم. خب در مرحله اول اگر دقت بکنید در بالای صفحه به ما یه OMB کنترل نامبر میده و زمانی که این صفحه احتمالا اکسپایر میشه، میشه یک تقریبا دو ماه دیگه. حالا کار ما به این داستان نداریم. ما اول میاییم و در قسمتی که اینجا ملاحظه میکنه، اولا که این هر مرحله رو انجام بدین میره جلو تا به سامری برسه و مرحله سامری. ما فعلا توی مرحله اول هستیم که یه اکانت رو کرییت بکنیم و بسازیم که بتونیم با SBA کامیونیکیت کنیم. خب در ابتدا Eligible Interview Verification شما باید یکی از این گزینه ها رو انتخاب بکنید. کسانی که بیزینس اسمال بیزینس دارن، مثل هم که گفتم هندیمن، کانترکتور ها یا کسایی که رستوران های کوچیک دارن، اینها کافیه که گزینه اول انتخاب بکنن. ولی کسانی که اوبر درایور هستن و یا لیفت درایور هستن، اینها باید این گزینه انتخاب بکنن. ما فعلا برای اسمال بیزینس رو برای مثال انجام میدیم، برای این اوبرها این گزینه لازم انجام بشه. و باز میایم پایین تر سفر رو و در مرحله بعدی اینجا میتونیم، اینجا باید گزینه هایی که مربوط به وضعیت ماست و وضعیت یه حالتی مثل بک‌گراند چک داره، اینا رو انجام بدیم دونه بدونه.
اولین چیزی که از شما میپرسه میگه اپلیکن نام شمایی هست که دارین اپلای میکنین is not engage any illegal activities یعنی در هیچ فعالیت غیرقانونی نباید شرکت کرده باشین که بعد اینو بزنیم yes شرکت نکردیم is این گزینه مال small business هایی هست که چند تا شریک دارن و مثلا 3 تا شریک هستن و یکی از شرکا بیشترین درصد رو داره مثلا بالای 50% داره و اون کسی که داره اینو اپلای میکنه اون باید اپلای بکنه و اون شخص نباید تعهدی داشته باشه برای چایلد ساپورت و اون تعهد رو بیشتر از 60 روز عقب انداخته باشه اگه اینجور باشه الیجیبل نمیشه ما اونو میزنیم که اینم مشکلی نداریم شما ازتون میخواد که نوع بیزنس و اینا رو مشخص بکنی یه سری بیزنس هایی که اینجا توضیح داده محدودیت دارن این وام برای اونا نیست و گزینه بعدی اینه که نباید یک سوم درآمد بیشتر از یک سوم درآمد تو از کارهای از قبیل گمبلینگ و قمار و اینها باشه که میگیم نیست و همینطور برای فعالیت‌های سیاسی نمیشه این لون رو استفاده کرد و بیزنس آف لابینگ و در آخر هم نباید دولتی باشین و یا در چه استیت چه فدرال یا حتی ممبر آف دی کانگرس نباید این آیتم ها باشه خب ما وقتی این گزینه ها رو یکی که انجام دادیم این کلید کانتینیوی پایین اکتیو میشه و ما میتونیم کانتینیو رو بزنیم خب در این مرحله از ما نام بیزنس و مشخصات رو میخواد و ما یکی یکی وارد میکنیم مثلا بیزنس لیگال نیم و به صورت مثال میزنم پارس حالا اسم شرکت خودتون رو میزنین فرید پارس کوالیتی میزنیم خب اینجا اگر که شرکت هستین ای آی نامبر رو میزنین و اگر شخص هست سوشال سیکیوریتی نامبرش رو وارد میکنه ما یه سوشال سیکیوریتی رندوم و وارد میکنیم ما برای در این قسمت نوع ارگانیزیشن رو میخواد ارگانیزیشن تایپ اگر که به صورت همون هندیمن هستین اوبر درایور هستین اینو انتخاب میکنین شرکت های کوچیک اینا به هر حال اگه ثبت کرده باشین میدونین شرکت ها توی یک کدوم یکی از این موارد معمولا شرکت های کوچیک یا سی کورپوریشن هن یا اینتیبندنت کانترکتور حالا ما به طور مثال اینو میزنیم سوال بعدی از ما میپرسه is the applicant a non-profit organization آیا این یک ارگانیزیشن عامل منفعه هست non-profit هست میزنیم no و میپرسه که این بیزنس آیا با حضرت فرانچایز هست مثلا شعبه های دیگه هست جاهای دیگه داشته باشن میزنیم no خب در این مرحله از ما راجع به درآمدی که ما کسب کردیم در 12 ماه گذشته یعنی از ژانویه 2019 تا ژانویه 2020 ما به طور مثال میزنیم مثلا 14000 دلار هزینه که برای خرید کالا یا هزینه هایی که داشتین اینجا وارد میکنیم مثلا ما میزنیم 1000 دلار هزینه بوده رنتال رو میزنیم 5000 دلار یا حالا کمتر 2000 دلار این رقم ها اگه دقت بکنیم باید با هم بخونه اگر من چیزی زیادی یه رقم معقول باشه دیدین من اینجا 5000 تا دادم برای رنتال یکم ایراد گرفت ولی حالا ما میزنیم اینجا به طور مثال میزنیم 2000 تا
ولی خب رقم ها اینا مثال رقم خودتون رو بزنید. خب و اینجا لازم نیست چیزی رو پر بکنیم، ماره شرکت هایی که مال کار کشاورزی هستن. من که سرعت کار رو بیشتر بکنم، آدرسی که بعد وارد بکنین رو اینجا میزنین، میزنین مثلا 1535 دالامیدس، بعد آدرستون رو اینجا وارد میکنین، استیتتون خودش میاره، کالیفرنیا، کانتی، ما سانتا کلارا هستیم، زیپ کد 95126، بیزنس فون وارد میکنین، تلفن دیگه فکسی دارین وارد میکنین، ایمیل، این ایمیل خیلی مهمه که اینجا باید وارد کنین چون تمام کامیونیکیت شما با این ایمیلی هست که اینجا دارین وارد میکنین با SBA. تاریخی که این بیزنس شروع شده رو میزنم، مثلا 01 تاریخی که بیزنستون شروع شده، حالا از تاریخی که حالا هندیمند شدین یا هرچی، حالا جلوتر بزنیم دو بزنیم، و از چه تاریخ شما مثلا اونرشیپشو دارین، مثلا میزنیم 01 01 2018. بیزنس اکتیویتی رو اینجا اگه دقت میکنید یه فلش دراپ داون داره، باید باز کنید که ببینید که کدوم یکی از این بیزنس هاست. مال اوبر درایور رو ما میزنیم میسلنیس سرویس، ولی بقیه اگه تو بخش مثلا غذا بوده، فود بوده، اینها اینجا میتونیم انتخاب بکنیم. این باز بسته به کیس شما، همون میسلنیس سرویس رو میزنیم مثلا، یا ریتیل رو میزنیم، ریتیل رو میزنیم مثلا با عنوان بیزنس. ریتیل اکتیویتیز، کاری که توی بیزنس انجام میدیم چیه؟ مثلا ما میزنیم فیلا مارکت، مثلا در فیلا مارکت کار میکردن، ولی اینجا دیگه بسته به شرایط خودتون باید پیدا کنیم کدوم یکی هست. اگه به لباس مشخصه، چیز سختی نیست، جولری، جواهرات، مربوط به نگهداری حیوانات، خلاصه چیزای مختلف. حالا فیلا مارکت رو میزنید، تعداد ایمپلویی که شما کار کردین میزنیم مثلا 1 نفر هست. خب میبینید این کلید هنو اکتیو نشده، نشون میده که یکی از آیتما پذیرفته نشده و این آیتمه. اگه این نکس اکتیو نیست، یعنی اینکه یکی از این آیتما درست نیست. خب ما اینو میبینیم یه شکم بالاتر مثلا. اینو من دارم مثال انجام میدم، ولی باید رقماتون دقیق باشه تا جایی که امکان داره. اگه تکس انجام بدین تا حدودی مشخصه که چقدر بوده گروس اینکامتون، گروس ریونیوتون، و اون عددی که خودتون حساب کتاب کردین رو اینجا باید بنویسین. گروس ریونیو هم یعنی که درآمدی که خالص هست و هنوز تکس هایی ازش کم نکردین. وقتی که ما نکس رو بزنیم، الان مشخصات اونر رو میخواد. اگر مشخص، اگه بیزنس انتیتی داره، یعنی شما ثبتش کردین، بعد بزنین yes و مشخصات ازتون میخواد دوباره. EIN number مهمه، بقیه چیزاشو که آردی وارد کردین، ولی دوباره بعد اینجا وارد بکنین. ما میذاریم نو برای اینکه زودتر انجام بشه و شروع میکنیم اینجا مشخصات رو وارد کردن. 408 675 شماره موبایل رو میخواد، 2686. خب برای این قسمت تایتل آفیس دوباره یه دراپ داون داره، باز میکنید سمزن اونر یعنی صاحب شرکته، های منیجرین و پوزیشن های مختلف، ولی اون معمولا کسی که اونر میشه. درصدی که شما اونجا بر شرکت سهام داریم میزنیم 100%. ایمیل رو وارد میکنیم دوباره، ما زدیم این چون سولوه، زدیم شخص، دوباره سوشال سیکیوریتی نامبر مثال اینجا وارد میکنیم تا
تاریخ تولد و یه چیزی وارد میکنیم به محل تولد، آیا شما سیتیزن هستین یا نه، میزنیم یس برای این مثال خودمون. و مثلا حالا یه آدرس دیگه یه بدم 16 سنوزه 536. خب اگه دقت کنین اینو وقتی کامل وارد میکنین این کلید next active هست. یه قسمت دیگه هم که هست شما این بالا به خدمت رو عرض کردم که اینو داره پله به پله میره جلو و این مرحله آخری هست که سامری و ساب میده انجام بیده. ما اینجا میذاریم next. اگه اونری تو این پیج ببینم اگه بیاره خوبه، ای وای نیومد. من یه سری اینو دوباره مجبورم انجام بدم، ببخشید. خواستم یه چیزی نشون بدم ولی متاسفانه پرید یه لحظه. زنیم و ببخشید اینو دوباره بعد انجام بدم چون اینجا یه لحظه خواستم یه چیز دیگه نشون بدم و متاسفانه پرید. Activity number one. دوباره اینجا باید نام اونر بنویسیم، نوشتیم نو. اینجا میخواستم بهتون نشون بدم که اگه اونر جدیدی داره این پایین باید وارد بکنیم که تایتل اونر، اونرشیپ رو گفتیم 100%، ایمیل رو وارد کردیم. دو برای مثالمون همون باید حواستون باشه اگه سوشال سکیوریتی تو صفحه قبل وارد که این صفحه چیزی اشتباه باشه بهتون اینجا نشون میده. و همینه به طور مثال میذاریم تریس پیان یس رزیدنشال آدرس فام همش شهر سن روزه و کالیفرنیا. اینجا رو میخواستم اگه اد اونر بزنین این احتمالا این پرسنتیج عوض میشه، مثلا میزنیم 50 حالا اگه شریک داریم. حالا ما برای مثال این دیگه همچون بهتون نشون بدم. خب Additional information in the past has a business listed owner is آیا مشکلی از لحاظ قانونی داشتین سال گذشته که دادگاهی داشتین؟ نمیزنیم نه. آیا میپرسه که شما تحت لونی بودین که از فدرال یا گاورمنت گرفته باشین و نتونسته باشین پرداخت کنین؟ میگیم نو. میگه که آر یو پرزنت سابمیت، آیا ما مشکلات قانونی داشتین، کریمینال اینفورمیشن، مشکلات خدای نکرده زندانی چیزی بوده در این 5 سال گذشته؟ میزنیم نو. خب اینجا میپرسه اگر کسی به شما کمک کرده که این رو پر بکنید و اگر فی پرداخت کردین لطفاً بزنین. میزنیم که نو. خب در این مرحله اینجا خیلی مهمه که شما باید حساب بانکیتون رو به SBA معرفی بکنید. ما برای مثال میزنیم Wells Fargo اکانت نمبر رو میزنیم. من حالا این راوتینگ نامبر و اکانت نامبر رو توی پاورپوینتی که بعد از این میاد بهتون نشون خواهم داد.
فعلا برای مثال یه دونه راوتینگ یه اکانت نمبر 96 87 42 84 برای مثال و راوتینگ نمبر ایالت کالیفرنیا برای بس راوتینگ نمبر برای ایالت کالیفرنیا این هست. اینو بعد از روی دسته چک حساب دسته چکی که دارین بنویسید و ببینید این هنوز اکتیو نیست، نشون میده ما هنوز کامل نکردیم. هر وقت دیدیم این اکتیو نیست چیزی هست که انجام ندادیم. بعد اینو سرتیفای کنین، این قسمت رو یه بار ملاحظه بکنین، بخونین، قبول بکنین که این قانون ها برای شما اپلای خواهد شد و ببینید همه رو جواب دادیم و میریم مرحله بعدی نکست رو میزنیم. خب در این مرحله دیگه، مرحله دیگه نهایی هست، شما همه چیز رو به صورت یه پیج میبینین، همه رو یک بار مرور کنین که اطلاعات رو اشتباه خدای نکرده وارد نکرده باشین، لازم بود ادیت رو میزنین و ادیتش میکنین. مشخصات اونر رو اینجا داره میده، additional information و مشخصات دیگه که از لحاظ قانونی مشخص کردین و اینجا این I'm not robot رو که بزنین و اطلاعات رو سابمیت کنین برای شما یه ایمیلی میاد. خب اجازه بدین من ایمیل رو به شما نشون بدم. خب اوکی سوایزش کنم نفسی ببخشید خب وقتی که شما ایمیل رو فرستادیم سابمیت کردیم در اون مرحله، یه ایمیلی براتون میاد به این شکل که ازتون میخواد که اکانت SPA‌تون رو کامل بکنید. یک دونه اپلیکیشن نامبر هست که اون بالای صفحه هم بوده، اپلیکیشن نامبر رو بهتون میده و در این مرحله شما باید اینجا کلیک کنید که create account. وقتی اکانت رو بعد باز بکنید اون پیج رو از شما verify identity رو میخواد. جالب اینجا که در این قسمت از شما اطلاعاتی رو میپرسه که شاید برای شما خیلی جالب باشه. آدرس های قدیمتون رو ممکنه بپرسه، آدمایی که میشناسین رو ممکنه بپرسه و خیلی اطلاعات شخصی خودتون. برای همین من نتونستم تو اسلاید بیارم چون مال افراد متفاوت فرق میکنه، ولی اونجا اینو کانتینیو رو میزنید و اون سوالا رو ازتون میپرسه. آدرس های قدیمتون اینا همه همراهتون باشه، به خصوص مثلا شماره پلاک شما رو در خیابون میپرسه، مثلا 1635 بودین یا هزار تا رقم دیگه در آلامیده برای وریفیکیشن. حالا در مرحله بعدی برای مشخص کردن اکانتتون دوباره ازتون سوال میپرسه، هم اکانتایی که تو مرحله قبل وارد کردین. این یک مثال هست مال بانک ویلز فارگو که این شماره اول راوتینگ نمبر هست مال ایالت کالیفرنیا و این قسمت دوم زیر دست چکتون این برگای چکتون هست، اکانت نمبر هست، قسمت که شماره چک مهم نیست. و وقتی که این اطلاعات رو وارد بکنین خیلی جالبه که به شما همون موقع دیتیل رو میده، میگه که این وامی که دارین شما میگیرین 3.75% اینترست ریتش هست، باید ماهانه پرداخت بشه، ماهانه 27 دلار مثلا برای این 5500 که ما گرفتیم و برای یک کیس مثالی که گرفتیم و تقریبا یک سال هم طول میکشه تا بهتون مهلت میدن تا اول پرداخت رو شروع بکنید. و حالا سوالا خیلی زیاده، اگه بخوایم زودتر
پیافش بکنیم، نه با خود با همون چیز بریم. اینها باز با همون وقتی که شما لونتون اپروو بشه و استارت بخوره اون اینترست ریت رو حتما باهاتون حساب میکنم. خب ما وقتی که هم قسمتی که وریفای کردیم، آیدنتیفای کردیم خودمون رو و مشخصات شخصمون رو آیدنتیفای کردیم و همطور قسمتی که حساب بانکیمون رو وریفای کردیم، اینجا یه چنج امانت هست که روش کلیک میکنیم، به شما یه رنجی خواهد داد که شما از صفر تا مثلا در این مثال 5500 چه رقمی لون لازم دارید که اینو خودتون باید میتونه آخر رقم رو انتخاب کنید یا کرد. و وقتی که انتخاب کردین میایین اینجا و submit for processing این رو میزنین و مرحله آخر انجام میشه و یه مرحله هم هست که اصطلاح هم بهش میگه e-signing که اونم وقتی که این پروسسه که شما انجام دادین تموم بشه که معمولاً یکی دو روز طول میکشه یه e-signing براتون میاد و اون انجام بدین فاند و لون به سرعت به حساب بانکی که اینجا معرفی کردیم براتون واریز میشه و بیشتر دو سه روز حالا نیدم طول بکشه. خب یه چند تا چیز خیلی کوچیکی راجع به اینکه EIDL رو هم که خدمتتون گفتم چجوری باید هزینه بکنی اینه که اینترسیناشو گفتم شما باید این لون رو در قبال رنت و یوتیلیتی باید هزینه کرده باشین، پی رو اکانت پیبل بیلز و تو این زمینه باید هزینه کرده باشین. این هم لینک هایی هست که ما استفاده کردیم برای این ورکشاپ. من سعی میکنم که این پی دی اف رو توی کانال تلگرام پارس بگذارم که کسایی که دوست داشتن دوباره ملاحظه بکنن. ویدیوی این ورکشاپ هم ما در یوتیوب خواهیم گذاشت. اگه سوالی داشتین باز ما در خدمتون هستیم، با آفیس پارس تماس بگیرین 408-266-6420. من سام هستم، میتونید من رو با این تلفن پیدا کنین و همینطور شماره موبایل پارس که این شماره هم تلگرام داره و هم میتونین باش تماس بگیرین 408-675-2686. امیدوارم که این ورکشاپ براتون مفید بوده باشه و فعلا ازتون خداحافظی میکنم تا انشاءالله ورکشاپ های بعدی. خیلی ممنونم، خدا نگهدار.